بله، ستاره‌ای چشمک زد. هر چه می‌بینیم، اون چه می‌شنویم، مجموعه امواجی است که عصب‌های چشم و گوش ما را تحریک می‌کند. این دستگاه تصاویر را به امواج تبدیل می‌نماید. در این دستگاه تقویت می‌شود. موج‌های تقویت شده با موج دیگری موسوم به حامل مخلوط و به طرف آنتن فرستنده رهسپار می شود. به وسیله همین آنتن با سرعت تقریبی 300,000 کیلومتر در ثانیه در فضا پخش می گردد. دسته ای از این امواج با آنتن گیرنده برخورد می کند. امواج به تصاویر تبدیل می شود. دسته دیگر از امواج در فضای بی انتها با همون سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه راه می پیماید و به طرف کرات آسمانی پیش می رود. این امواج در مدت یک سال 9.5 میلیون کیلومتر می پیماید. این مقدار را یک سال نوری می گویند. با چنین دستگاه‌هایی می توان امواج را در فضا در جهت و زاویه معین فرستاد. پس از برخورد امواج به ستاره‌ای منعکس شده به طرف زمین برمیگردد. اگر فاصله این ستاره با زمین 50 سال نور باشد، امواج فرستاده شده 100 سال بعد دوباره به زمین میرسد. بنابراین اگر وقایعی امروز از اون ستاره گرفته شود، متعلق به 100 سال قبل است. با توجه به این اصل از دوست هنرمندم آقای مهندس بدی خواهش میکنم این وقایع را در نظر شما مجسم کنند. آقای دکتر میمندی نژاد، از لطف شما متشکرم. کار مشکلی از من میخواهید. وقایع 100 سال قبل؟ بله. خب من سعی خودم میکنم. آقای پیشداد، صدای دکتر رو برگردون تا بشنویم. این چیه؟ این چه صداییه؟ صدا خوبه. مگه نخواستید 100 سال به عقب برگردیم؟ این مقدمش بود. نوار صدا وارونه چرخید. آها. آقای بیوکی. بله آقای بدی. چرا اینقدر اوج گرفتی؟ میخوام چشمک زدن ستاره رو بگیرم. پس بیا جلو نزدیک تلویزیون. بسیار خوب. شروع. تشنه هم بود. این حیوانی چه جوری داره میکنه؟ آخه خداوند عالم و داناست، شطور خلق کرده که ما جورشو نکشیم. ده چه خوب. سلام علیکم. اگه خربزاد کن بزنیست یه دونه شیرینشو با هم بگیر. دست در بگیر بکشم.
گری بوزنشه زری درشه بده باجی آخرش سیزدهشه ایبا چه خبره سیزده که نهسه یه کلام دوازدهشه بدم ببینمش ببین درشه چند زر میخوای دو زر همش دو زر این یکیو بده منم بیه انصاف ما یه خیلی ببینی زر کن شغل زمه نشی آلی چو بیا بره بر این یکیو این تخم مرغ رو چند میدی پسر؟ ده تا یه پول چه خبره؟ مگه تخم طلاست؟ بیست تا یه پول میدی؟ تخم مرغ رو شکستی خوب شد شکست فرده هاشو ببین اصلا سیاه بهتره یه روز دیگه نگرش داری عوضش جوجه هاشو بپوشی نمیدی؟ کجا میری؟ بیا سرم رو بتراش ایوه الناس خیلی مهمه گوش بدید و خوب استماع کنید دیشب دو ساعت از نصف شب گذشته دو دزد ملعون یکی لاغر و قد بلند با سیبیل باریک و بلند نکنه تو باشی سیبیل کلفت و چاق و چله از دیوار خانه جناب جلالت معاب حضرت عجل افغم عالی جناب قنبرخان دام و اقباله صعود کرده و کیسه های زر ناب و سکه های طلا و نقره و جواهرات را به سرقت برده هر کس دوست ها را معرفی کند حضرت عجل افغم عالی جناب قنبرخان دام و اقباله آنها را به مقام های عالی خواهد رساند معطل چی هستی؟ بریم دزدار گیر بیاریم تا به مقام عالی برسیم ما را چه به دزد بگیری؟ اگه نتونیم دزدیشون رو ثابت کنیم خودمون گرفتار میشیم دزدا نه فقط آزاد میمونند و به هزار مقام میرسن بلکه هزار دردسر و هچل برا ما درست میکنند از پنجا شطور قماش که از بنگاله هند تو را داری نصفشو خریدارم به شرطی که دوزا قافله رو نزنن میدونی چرا؟ وقتی که دوزا خونه عالی جناب قنبرخان رو تو شهر میزنن مال و تجاره رو تو بیابون نمیزنن پول ما حلاله توکل به خدا کن و تو منی دو قران به ما نم دو قران زیاده یه قران میدم معامله رو تمومش کن چون احتیاج به پول دارم چک و چونه نمیزنم فعلا 200 تومان علل حساب بده اینم یه موی سیبیلم گروت باشه بیا بابا خیرش رو بدید مشرف قدم روی چشم خوش اومدیم ببین میگم که بیا ما هم بریم یه موی سیبیلمون رو گرو بذاریم 20 تومن پول بگیریم برای عروسی تو برای هر سیبیلی پول به کسی نمیدن مگه سیبیل من چشه؟ بدبخت آستینمون کهنه است اگه ما بریم پول بگیریم سیبیلمون رو دود میدن خواستم یه کار خیری بکنم تا عروسی تو را بیافته داداش ممنونم منظوری من اینه من و تو هر چقدر درست کار باشیم چون فقیریم اعتباری پیشی کسی نداریم سیبیلگرو بذاریم و پول بگیریم و کارمونو راه بندازیم حالا خب پس باشه اینجا بریم باشه ببین پول همیشه پیشی پول میره بس میگی برو بریم خدا بده برکت سلام علیکم سلام علیکم سلام سلام علیکم اینا چی هست بقل باشی؟ دبس شیره دبس شیره با. شیرینه شیرینه بقل باشی شیره چی چی هست؟ شیره خورما خورما؟ با. از همین خورما ها؟
بله از همین خورما. بله از همین خورما. ببینم بقل باشی کار کجا هست ها؟ کار محمره است. کار محمره است؟ بله بخور مال محمره است. بو محمره میده چه خوشبو است محمره. کار محمره است ها؟ بله معلومه کار محمره است. معلومه بقل باشی شما اهل محمره ای. گفتم که من محمره ام. بحبه محمره چه شیرینه. باغ داباد چه آقای محمره. بقل باشی نگفتی درختای خورما مالی خودته؟ بله گفتم که مال خودم. قربونی خودت درختای خورما. خب که این درختای خورما از پدر و اجدادت به ارث رسیده. بله مال اجدادمه. بابا مال جد شما برسته به روحی جد. خب بقل باشی چارکی چند میدی؟ اگه شما دو تا چیزی باقی گذاشتین هر چارکی سند. سند سلامون علیکم. علیکی سلام. بیدارم جناب. سلام عرض میکنم قربان. سلامون علیکم. علیکی سلام. کاربار چطور؟ به لطف حضرت حاکم خوبه. اگر مشتری ما مثل این دو نفر مردم آزار نباشند بد نیست. چطور؟ این دو نفر هی انگوش زدن و شیره خوردن، هی سوال کردن این چیه؟ مال کجاست؟ مال جدته؟ از جدت بهت ارث رسیده؟ خلاصه هی انگوش زدن هی خوردن هی سوال کردن. میبینی جناب حاکم چیزی باقی نگذاشت. بسیار خوب ابی نداره. بیا اینو بگیر سه تا غار بفرست منزه. قربانت کردم حضرت حاکم این پول چهار تا تاغاره که به من داد. نه همون سه تاغار کافیه. اطاعت و برای مردم اینقدر سخت نگیر. خدا عمر تو حاکم و زیاد. خدا نگه. سلام علیکم. سلام. شکر خریدی؟ بله قربان. من این چند خریدی؟ 700 قربان. من این سن رو ارزان تر میدادی ضرر نمی کرد. اطاعت می شود. تفاوتش رو بهتون پس می دهم. خداوند به عمر و عزت حضرت حاکم بیفزاید.
صد در دنیا هزار در آخرت عوض بده. آمین. آجه برادری از دست رفت، خدا عمرت بده، خدا بیامرزه. یک در دنیا صد در آخرت بده عوض بده، هنوز پولی نهار نشده برادر. الهی قربونی قب قبت برم برادر، دیدی بی پشت و یاور شدم برادر. دلام از سبت کن نخور، مشتری دارد میا. چیش چیش مگزه ببین، مرده رو به حرکت در برده است. عجب مگزی چش سفیدی سمجیه ده، چیش تکون نخور. قربونی و ایکل قلمی درم برادر، تکون نخور جناب حاکم دارد میا. سلام حضرت حاکم. نگذار نگذار راه بمونه، زودتر کفر و دفنش کن. خدا اجرت بده جناب حاکم، خدا عوضت بده. زور شد، تو بعد از زور گشتی بزن، همراه من بیا. اطاعت میشه قربان. مشهرم مرده بلند شد، نه مهتن نشد، بلند شد قربونی هوا پسه. الان مرده بی حالیه، بزن به چاک بینه. بودو بودو مرده. ننه جون زور شده، نون گرفتی؟ به رجب آقا گفتم واسمون بگیره. بازم که به رجب آقا گفتی؟ صد دفعه بهت گفتم صدا تو مرد نامحرم نباید بشنوه. تا وقتی که پدر خدا بیامرزت اومد خواستگاری من، آفتاب مهتاب قد و بالامو ندیده بود، صدامو مرد نامحرم نشنیده بود. مادر جون خاطر جمع باش، نه کسی منو میبینه نه هم صدامو میشنوه. ببین دخترم، این جوون آدم بیکاره ایه. تو این دنیا مردی که نتونه نون خودشو زنشو در بیاره به درد هیچی نمیخوره. آره درسته مادر جون، آخه خدا. خب من میرم رخت را آب بکشم. مادر جون الان برمیگردم، زود میام. امان از دست این دخترای امروزی. اوه ترسیدم. نه ترسیدم. رجب آقا شما این یه سلام. یه دو ترس بذار پیشه. سلام جیگرم. سلام عمرم گوری گوری. اوه رجب آقا شما نامحرمین، از این حرفا نزنین، گناه داری. برای این که محرم بشیم همین دو روزه میام خواستگاری. مادرم قبول نمیکنه که من و تو زن و شوهر بشیم. ای با چرا؟ اون همش میگه شما آدم بیکاره ای هستین. حق داره. مردی که نتونه نون خودش و زنشو در بیاره به درد هیچی نمیخوره. راست میگه. شایدم حق با اون بشه. مادرت حق داره. ما همیشه آدم ها بیکاره ای بودیم. ولی زینب بهت قول میدم که یه کاری پیدا کنم پولدار بشم. ها. این نونا رو بس. خدا حافظ. من رفتم شایدم دیگه منو نبینی. خداحافظ. اگه منو ندیدی حلالم. آخه چقدر دیر کردی داداش، باید فکر یه کاری کرد. چه کاری؟ هر کاری از دست اون بر بیاد. مادری زینب دخترشو با آدم بیکاره مثل من نمیده. خب تو میخوای زن بگیری، به من چه؟ اگه منم به جای مادر زینت بودم، هفت دختر کور داشتم، یکیشو به تو آدم بیکاره نمیدادم. باید یه کاری پیدا کنیم پول دار بشیم، کسی نتونت بهمون سرکوفت بزنه. خدا هم بزرگه. بلند شو بریم. بریم سریع از داره. بریم استار باشی. سلام علیکم.
سلام علیکم. از تو روشی چربی کارش هسته؟ تعطیله؟ چطوره بیچاره مرد؟ خدا رحمتش کنه، عمرش داد اسم تو. استار باشی میخوای ما جاش کار کنیم؟ شما کار شطور انجام بدیم؟ بله، ما دو تاش کار شطور. شما که شطور نیستی؟ ولی عقلمون که از شطور بیشتره؟ ما که زور شطور رو نداریم، همان از عاشقی. آره راست، شطور برای ما خرجی نداشت، فقط روزی کمی خار میخورد. خوبه، لابد ایمونه که از بس خار خورده مرده. ما ارزون میگیریم، روزی چند بهمون میده اینجا جا شطوره برات کار کنیم؟ والا چون شما آدمی زادید و عقلم دارید، من روزی دوتا پول میتونم به شما بدم. بله دوتا پول؟ چی شد؟ صدا زن، چیزی نشد، بیشتر بهمون میده؟ بیشتر والا برا ما صرف نمی کنه. خیلی خوب، حاضر. روزی دو پول، لابد برا نهارم بهمون خار میدی بخوریم. فوزلی نکن، بیا داریم اینم بی حال. یالا بینم، یا علی قوت قربونی تو میمیری، نمیدونی چقدر سنگینه. نمیدونی خیلی زور بده که بهت نگن از شطور کم تری. یالا بیا تا یه خورده زور بزن ببینم آخه چقدر. یالا مردم اونم برای دو تا پول. به برای دو تا پول نیست، برای عشق زینت خانومته. آه مردم، تو همه شلاق میزنی. بکشی شلاقت نزنم که کار نمی کنی. آره بابا دیگه طاقت ندارم. یالی خدا بگاش. یالا کار مردم خوابیدی. دیگه طاقت ندارم. من میدونستم که تو اهل کار نیستی. برو بابا، اینم شد کار، بریم یه کاری آدمیزادی پیدا کنی. کجا میخواید برید؟ بابا ما خر بودیم، اومدیم شطور بشیم، نشد، خداحافظ. کجا میرید؟ برگردید، کارم میخوابه، برگردید، کارم لنگ میمونه. نمیگن کار خدا و بر خب کش دارن که کاری نداره، ما میتونیم بزنیم. ماشاءالله. آیا من یاد بگیرم یا نه؟ بگیرم اینم بذار. اینو؟ آره این که از کی رو؟ همینو بگیر. اون مشرفر هم بذار. یکیو فهم منه منی هفت شد، جمعن میشه 35 شد، بدن؟ مگه حاجی زاده گیر آوردی؟ من این 3 شیمی دی بده. چون مشتری هستی 5 شیشو ازت نمیگیرم. معلوم میشه نمیخوای معامله کنی. معامله کنی خلاصه 15 شیمی. دو شای دیگه شم نده. نه بابا کجای کاری، خدا بابا تو بیا مرزه. خدا فر در پدر آدم مردم آزا لعنه. ببین چطور منو منظر خودش کرده. آخه تو که نمیخواستی چرا منو به زمت نمیخواستی؟ من میخوام آفتابه بسازم، تو چی میسازی؟ من بعدم بهت میگم چی. ای خدای جون بیچاره شدم. بابا اینا چه درست کردید؟ من با اینا پول دادم آخه، بیا انصافا. این چه؟ تو نشدی، تو آفتابم. آفتابه؟ تو چی ساختی؟ من تو ملاقم. نگاه کن کلی مثل من حروم کردن، بیچاره هم کردن آخه. پاشه دارید گروه کنو گام کنید و اله اینا رو میذارم تو کلتون. یالا پاشه دارید برید گام شید، برو گام شید. آخه بیا انصافا، شما که بلد نبودید چرا قبول کردید؟ پس بازمون چی تو میشه؟ بازتون اینه موازه که برید گام شید.
یالا بابا مشغول کارشین، زود باشین دیگه معطلش نکنین. به هر کدومتون روزی یه پول میدم. آدم که با هم میخوریم. خب بریم تو گرمخونه بابا، بریم تو. بریم اگه میشه یه چیزی رو مزدمون بذار. حالا بریم تو گرمخونه، بعدم با هم صحبت میکنیم. چقدر حرف میزنین. بیا ماشتمالم بده. چش. آفیت باشه پهلوون. گربه بازی رو برنده. پسر آورد بیا بیا. اومده. ما شلوه هیچ هیچ گوشی میدن از خوده اولی کلا چی کار میکنی کتم و شکستی حرف نزر خستی که در میده چی کار میکنی با کلا رو ویزو میکنم آقا چی کار میکنی آشتا خونم و شکستی حرف نزر تا حد داشته باش آقا شما هستی دیم اصلا خوش میکنی نمیخوام آشتی مالم بدی بیشین دیم از نکن پوست او کنی برپا میگه من دباغم شکار میکنی او سخونم رو شکستی کتم در رو نمیخوام با شما هم بگیم از این مشتمال در نمیشیم نمیخوام بنام کن بابا نمیخوام با شما هم بگیم من در نک نمیخوام بیم بریم بیرون بیم بریم بیرون پدر منو درمونه شما ها بیم بریم بیرون یالا بریم بیرون دیگه بیا بروم کردیم میخوایم فردا در این همون تخته کنن که بیم بریم بیرون بگاله بریم پس مردمون چی که میشه به هر کاری که دست زدیم بور شدیم بور بالاخره ما باید یه کاری پیدا کنیم و الا مادر زینتو به من نمیدیم میدونی ما که کاری بلد نیستی میگم که این مرتبه تنش بشو تا اقلن یه چند روزی همچین یه چیزکی به جیب بزنیم و زندگیمونو رو برا کنیم باشه خب بری کلا خدا عوضت بزنن بزن میگیرم یه پول میاده بگی بخواهم خودتو بگون نره اینقدر بابست بینیم چی کار میکنیم اخوام بگی بخواهم دیگه بگی کونه تو یه نفر داره میاد خدا رو از خره با این هیکلش نیم گاز بول این چه تر گریه کردنه؟ بابا چطوری گریه کنم دیگه؟ بلکن بابا دیگه بخواب بابا دیگه وقتی تو مرده بودی من اینطور گریه میکردم نه تو بهتر گریه میکردی بخواب مرده دارم بیا بای 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 تو سری خودت نه تو سری من خیلی خوب بگی بخواب برو کنار بازم که وسط را را گرفتی دارم کاسبی میکنم قربان ساکت جما به سر من جه میجارم و چی بدم امشه ساکت میشی و الا میفرستم دوستا خونه اشتراکت کنن شیطونه میگه گرزی تو فرقش بکنم که اینجور دلما رو نبینم بلند شو بلند شو خدا بزرگ بیا من بهت پول قرض میدهم سرمایه کارت کن بگی از فردا صبح بساط کاسبی تو جلوی دکان خودم میگذاری تا کسی مزاحم کارتو نشود خدا عمر عزتت بده سلام علیکم ببینم پسر مثل اینکه تو رو یه جایی دیدم بله قربان اهل این دیارم برادرم فوت کرد کاش اون نمرده بودم من مرده بودم
عجیبه، امروز دو نفر رو دیدم که با همین وضع برادراشون مردن. بله. نکنه کلکی تو کار باشه. به سر مبارکتون اگه کلکی تو کار باشه. بچه ها، زود مردشو بلند کنید، ببرید همین امشب کفن و دفنش کنید. اتاعت میشه. تمرین چی گفتم؟ اتاعت میشه. تو هم باش. چشم. قربان لازم زحمتش من نیستم. قولم چشمم گور میشه میبرم برادرمو کفن و دفنش میکنم. نگذارید این مرد همراهتون بیاد. اطمینان داشت. برادر قربونه مغزه بلنده دارم برای نشیده آرام من برادرم میخوام آرام بسر آرام من دنبالت میام برادر جونم منم با تو میام آجا نفهمیدی جناب داروگا چی گفت سی دقیقه گفتم تو اینجا کشیک بده من میرم عقب قصار من میترسم ترس از چی؟ از مرده ها از اشباح از اروا چه میدونم از جنا نترس من اینجا تو ماشالله رشیدی تنومندی برکی فوت کنی نابود میشی من میترسم تو بمون خیلی خوب ترسو تو برو من خودم اینجا میمونم خدا عمرت بده نزدیک بود زهره ترک بشه مثل اینکه این دور و برا جنمنی هست الکام بابا تو هم جنومن چیه؟ خودمون پدرجاد جنایی من میترسم دم در کشیک میدم مواظب به خودت باش ممکنه جنا سر به سرت بزنه بله سر به سرت میذاره رنگ بدنم میخوره نکنه جنا زیاد میکنن اخ دسته برده بسر آخه منم میخوام در بیجنی آخه انتر اخیاره کی خورده اه
بیچاره لاپشم ورم کرده. معلوم میشه دندون دردم داشته. بله معلوم میشه دندون دردم داشته. وای بسم الله الرحمن الرحیم. وای لعنت بر شیطان لشیم. بچه ها انگورم خورد. اینا وای وای قربونی بیا تو میده بیا یه شیچمی از آزادر آن یه که دست بیل کجا بوده این پیداش کردم بندازش دور یه بخو ماره که اینا یا غذای مرده شوره امشب هم خدا رسوله نون فریره انگوره چیه؟ فکر میکنم همونو هستن به نظرم برگشتن یالا شکل اربابه شیکمش هم به همون گندگیه آره ارباب نگاه کن این نش درست سن توه نه شکل من نیست نه اونجا رو نگاه کنی بچه اون یکم درست شکل توه ما میترسیم اینجا نمونیم یالا کجا داریم اینجا پرنده پر نمیزنه پرنده که سهله ولی چیزای دیگه پر میزنه بشیل پرشو میچینم بشیل یالا تقسیمش کنیم اینا برای هفت جد آبادمون بسته حالا جار چی جار بزنه قد بلنده سیبیل کلوفته دست خر کتاه خب قسمت میکنی تو که با من بودی دو برابر شما یکی یکی ما که تو کوچه بودیم ایشتر جون اون تو خط سکت اگه جزما رسیده بودم ما گیر میافتادیم سکت اگه جر بزنی نمیدم بهتون نمیدم این ده تا کیسه پوله ما هم چهار نفریم دوتا من دوتا تو یکی من یکی تو یکی من یکی تو این که دو به یک نشد سکت حالا ده تا کیسه دیگه برای اینکه قسمت بشه میگیریم هشت تا دوتا من دوتا تو یکی من یکی تو یکی من یکی تو آخه این که دو به یک نشد قربونت چه بود؟ تو بودی؟ من نبودم بس تو بودی؟ منم نبودم شاید ارواح باشن آره شاید حالا ده تا کیسه دیگه یکی من یکی تو یکی من یکی تو باز این که دو به یک نشد تو بودی؟ والا من نبودم بس تو بودی؟ چیست آکو؟ بولای منم نیست تو برداشتی؟ من بر نداشتم با منم بر نداشتم پس کی برداشت؟ بولای منو بدید این کیسه پول دوزاست اینم شال سرمه اینم دستمال تو جیبمه اینم که دست بیلته خب ببینم پولا رو چیکار کردی اینجاست خورجین بیا خیلی خوب بریزش اینجا ببینم یلا بزنم بریزم بقیهش هم این پشت سب کن یلا برده بیا آها تا کس نایمده فقط فرار کرده قربونی خیلی خواب برو بری حتی بشه یلا بودو مینم
من مردنی یه قل بکنم بیام با این ببینجه میگم که خسته شدیم میبریم اینا رو به صاحبش پس بدیم بده من بده من عجب بیمخی هستی با نشونی ها که جارچی میداد با شباهتی که من و تو به دزداد داریم خیال میکنن اینا رو ما دزدیدیم قد بلند قد کوتاه سیبیل کلوفت بیچاره عوض این که خلعت و انعام بهمون بدن میگیرن پدرمونم در میاد ایوه آخه تو میگی چیکار کنیم؟ نمیدونم منم توش گیر کردم بنازم به حکمتت آ خدا حالا هم که به ما ثروت داده توش گیر کردم چیکار کنیم؟ شنیدی؟ به نظرم دوزا باشن ممکنه گرمایی داروغه باشن چیکار میکنی حیوون جوگیرت نیمده جواهر میخوری ها آره نقله اگه جواهرها رو بخوره فردا صبح تاشون باید بشینیم و دستمونو بگیریم زیر دوم بش اولاق جون خر که جواهر نمیخوره قربونش برم خدا این اولاق رو رسونده که خورجینو ببره اما اولاق که بی صاحب نیست نمیشه بردش اگه صاحب داشت مثل من و تو این وقتی شب تو بیابون ویلون و سرگردون نبود اصلا کاری نداری حالا سه مرتبه میگم هین اگه رفت چه رفت اگه نرفت حلالمون میشه هین آه چی کار میکنی نگفتم به این بلندی بذار خودم بگم هین یکی هین دوتا هین سه تا حلال میشود حلال میشود این اولق بنده بم اولق بنده بم اولق بنده بم اوه حیوان سقط میشه چی چی رو سقط میشه حالا که خدا برامون رسونده نمیذاری سوار بشی نه 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 نمیخوام بیا برو منگ 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 برو اولق قشنگه اولق جنی اولق جنی هین ادا در نیار اولق صاف کن بینم شنیدی؟ بریم صدا از اون طرف ها میاد نکنه تو تله بیفتی کسی که تو این کوهستون زندگی میکنه مثل خودمون یادم بیچاره یه اینم شاهدش برو اولا قشنگه برو بیا مینم یلا عجب اولاقی چش سفیدی لجبازیه قربونی بیا ببندش به درخت خیلی خوب جمله عالم تو کس ناپدی در جسم تو زندانم خوش آمدید قدم بر چشم با ماست؟ از کجا فهمید ما اینجاییم؟ نمیدونم بیایی تو به دلم برات شد امشب دوتا مهمان دارم داشتم برایتان شیر داغ میکردم سلام علیکم سلامت باشید
بفرمایید. خیلی راه رفتید، خسته هستید، بنشینید. از کجا میدونه؟ نه نه، شما زحمت نکشین. هیچ وقت به مال دنیا دل نبسته و اعتنا نداشته باشید، چون مال دنیا به دنیا میماند. خیلی عجیب است فرزندانم، کار عالم حیرت است و عبرت. راست میگه، کار ما حیرت داره، اما عبرتش کو؟ بفرمایید بنشینید. امروز صبح گرسنه و حیران، دست خالی در جستجوی لقمه نان. امشب مبهوت و سرگردان، دست پر آواره دشت و بیابان. از این عبرت بزرگتر؟ زندگی ما همیشه حیرونی بوده و گشنگی، حالاش هم سرگردونیه، فرداش هم معلوم نیست. بفرمایید بنشینید. گیرا هر طور که بخواهید میتوانید برگزار کنید. ما دنبال سعادت و خوشبختی میگردیم، از صبح تا شام دنبال یه لقمه نون میدویم، اما فایده نداره. اگر در راه صحیح قدم بگذارید، اگر به راه راست بروید، بدون شک وضع شما بهتر می شود. به هر کاری که رسیدیم تن در دادیم، مسگری، عصاری، دلاکی، اصلا نتیجه نداشت. ستاره ما خرابه، تا زمونه روی این پایه می چرخه، نصیب ما بدبختیه. بدبختی زاییده فکر شماست. در هر دور زمانی کسانی خوشبخت می شوند که به دنبال سعادت و خوشبختی می روند و از زندگی مایوس نمی شوند. در برابر ناملایمات ایستادگی می نمایند. همین. پس دنیا همیشه اینطور بوده؟ زمانه رو به ترقی و تکامل است. ای کاش ما در دوره ترقی و تکامل به دنیا میمدیم، نه حالا. فرزندانم، هر زمانی مقتضیاتی دارد. مردم هر دوره زمانه با هم خو میگیرند. معلوم نیست که در دوره زمان دیگر به شما خوش بگذرد. با همه اینا دلم میخواست در دوره و زمانه بودم، نه خبر از گرسنگی بود، نه ویلونی و زنده به گور شدن. در هر دور زمانی از اون چیزها هست، عده‌ای خوشبخت، دسته‌ای بدبخت، جماعتی درست و گروهی نادرست. گذشته اینطور بود، زمان حال را هم که می‌بینی. سعی و کوشش هست که وضع بهتر باشد. با این حال در آینده از این عوامل هست. ای پیر روشن ضمیر، تو که همه اسرار رو میدونی، بیا و همتی کن و ما را از این خیالات نادرست نجات بده. حال که اصرار دارید، نیت شما برآورده می شود. بلند شو، بلند شو، ببین چه خبره، اینجا کجاست؟ چیه؟ کجا سر در آورده؟ اینجا کجاست؟ راحت کو؟ راحت نمیدونم. ما کجاییم؟ بازش هم نیست. آره؟ دیگه کش هم نیست. آره؟ پوستینش هم نیست. آره. کتاباش هم نیست. آره. ای آره آره، مرض. آره.
سنگم شکسته، ده بگو آره. آره قرجه این کو؟ آره ها قرجه اینا بریم اینا هم تو وایستاده. بیا بریم بیرون ببینیم دنیا دستی کیه. ده بگو آره. آره درخته چه بزرگ شده، انگار 100 سال عمر داره. زبون بسته علاقه، از دیشب تالا چه لط و پار شده. آره یمینم زبون بسته. من عوض نشدم؟ نه. من چی تو؟ نه خودمون این پول و جواهراتمون سر جاشه. ببینید یه گاز دیگه نه، یه گاز دیگه نه. بیداری هره وسیط ها شده؟ نمیدونم ایوونکی علاقه. حالا تو باید جورشه بکشی. من؟ یعنی من علاقم؟ بلا نسبت بی احترامی به علاقه. تو این رفیق هم شوخی نکن، من خوشم نمیاد. بیاریم کجا سردر آوردی؟ ببین چه شهر بزرگیه. آره الله اکبر جلال خانه. ما کجا هستیم؟ کجا سر در آوردیم؟ بیا بینه. این صدا چیه؟ هوا که صافه، آسمون قرنبه نیست. آی، اونجا رو نگاه کن. اجتماس خوب شد اجتماس ما رو ندیدا. از کن یل نامدار که با شمشیر شکمی اجتماس رو پاره کنه. آو چه خبرته؟ بریم بریم پای به پلیز نخوری قربونی. خب وای بریم اینو کجا سر در میاریم. بریم شد ما رو با چنگالش نبرد. آخه وای من که خسته شدم، بیا خود رو این زمین صاف استراحت کنیم. آخه خب چه سفت و صافه، مثل کفی دست میمونه. آره چرا وسط جاده اسفالت تمرگی دیده؟ کجاش توفاله؟ ما روزی می نشسته. مگه چش ندارید؟ اینجا جاده اتومبیله. چیچی بیله؟ آره بابا نزدیک بود نفله بشیم. این میزه قلمدون چی میگه؟ مردشو ریختشونو ببرم. بیا سوارشیم بریم. الان راندومون دیر میشه. ای بی پدر مادرها، مگه از پشت کوه اومدین؟ یه قازت میدم قبری بابا ننده نشون بده. شیطونه میگه همچین بذارم بیه گوشش. اسم بابا جان و مامانو نیار. نرفو میشمی؟ آدم که با زن طرف نمیشه. این سیبیل نداره، اونم نداره. این شلوار پاشه، اونم شلوار پاشه. شما سکوت. نفهم. آره. میکروب. میکروب چیه؟ نمیدونم. این چیه؟ یا به نظرم چجاوز.
پس قاطرش کن. آهای حمل ها بیاید ماشین رو هل بدید. یلا آی زکی بگو پاپا جون و مامان جونت بیاد هل بده. من نرو میشم زود باشی. ببینم اینا رو تا این فلک زده ویلو نشده. برو زمو از جفتش میدازه. تجاوه کجا ره؟ گوله به تو خورد؟ نه به تو نخورده. میگم نکنه به هر دومون خورده باشه و الان تو اون دنیا باشی. جواهرات مال این دنیاست سری جاشه. پس ما نمردیم. بلند شو بریم. ما که جز حمالی از این جواهرها هیچی ندیم. یاد علاقه بخه چه نعمتی. اصلا شد میبشینیم بابا. میگم که اینجا ولایت ما نیست، شاید یه علاقه عیوناست. چه صدایه؟ نمیدونم. بلند شو دولا شو من برم بالا ببینم چه خبره. حالا چی؟ من دولا شم. یلا 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 رفتی بالا وسط دیگه. ها چی؟ یه برته یواش بپری ها بچه هم موازه باش. آی آی هشته بوریم پرابوده. چه چیزهایی میبینم اگه بدونی قربونی. نگو نگو دهنم آب افتاد. بیا پایین بیا پایین آقا منم دل دارم. اینجا باقی ارم است توش هم پرست بوری و پریه. زود باش بابا نوبتی هم باشه نوبت منه. آقا یه رقم بذار من نگاه کنم. وای گوشم گرده. حالا تو دلا شما هم برم بالا ببینم. یالا چه صدایه؟ دلاشو تا برم بالا بهت بگم چه خبره. دلاشو جونم دلاشو سر و صدا عجیب و غریبی است. اینم شد آواز. حالا تو یه دهن بخون تا بفهم آواز چیه. گلوری هللویا Oh,
با مایی؟ بله عمو، با شما هستیم. اینو بگیر. قربونی بودو، قربونی جیری بودو 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 بگی من برم بلم. عمو گفتیم بیا، ولی نه از اینجا، از در باغ که پایین تره. مگه نگفتی بیا تو باغ؟ عمو تو این خورجین چیه که نمیذاریش زمین؟ پر از جواهره. این همه جواهر رو کجا میبری؟ میخوایم بریم بدیم به صاحبش عالی جناب قمبرخان. عالی جناب قمبرخان دیگه کیه؟ منو بهش پرزنت کن. عالی جناب قمبرخان رو نمیشناسی؟ یا شما خوابی؟ یا از دنیا بی خبری؟ اینا رو باش، عالی جناب قمبرخان رو نمیشناسن. عالی جناب قمبرخان رو نمیشناسی؟ آله جناب قمرخان نمیشناسی؟ خوابیه بیدار. آره اینو بده به من. آره دستی گرفتی؟ باوری میکنی؟ اینو بده به من. بچه گردم بند قشنگه، اینو بده به من. آبی چه کار میکنی؟ اینا مالی آله جناب قمرخانه. ماشالله. اینو کادو بده به من. این کادوت نیست، جواهراتی عالی جناب قمبرخانه. با والا ببین چه شیشه قشنگیه. به به زیزه جون بیا ببین اموها چه چیزای قشنگی دارن. خدایا چی میبینم قشنگی. زینتی خجالت نمیکشی؟ این چه ریختیه؟ بگی اینو بپوش. یالا ولم کن، اصلا تو کی هستی؟ عمو جان میلیونت اینه؟ برو بابا، من اینا رو اصلا به عمرم ندیدم. تو تا حالا منو ندیدی؟ نه که ندیدم. شما کی هستین؟ میگه دیروزور دو تا نون برای خودت و ننت نیاوردم. بگی بپوش. برو کنار. زینت این قبا رو بپوش. جلو نامحرم خوب نیست. برو گمشو به من دست نزن. بی برو گمشو. شورش در آوردی نکبت. نکبت جد آبادت دراز. عزیزم این جنجال سر صدا سر تو بود؟ آره، این دهاتی ها من عوضی به جای کس دیگه گرفتن. اوه جونی عصبانی نشو، عوضش جوارات چون بدلی نیست. عجب بهشتی بود، اول انگور دادن بعدم اردنگی زدن. خیلی عجیب است قربونی. از دیروز تا امروز خیلی خبرها شده. این زینت دختری که آفتاب مهتاب قد و بالاشو ندیده بود، مادرش نمیذاش صداش کسی بشنوه، امروز لخت اوریون جلو چشمی یه فوت نامحرم بدون خجالت خودش نشون میده، نمیذاش من قوامو بپوشونمش. منو بگو که حاضر بودم جونمو فداش کنم. برش کن بابا، این زینت اصلا به دردت نمیخوره، مگه دختر قطعه؟ تمومی تلاشای من به خاطر زینت بود. شطور شدی، دلاک شدی، شاگرد مسگر شدی، یعنی میخواستم براش عروسی را بندازم. شما کی باشی؟ عمو گریه نکن، مرد که گریه نمی کنه. شایدم این خانوم زینت تو نبوده. بیا اینم جواهراتت. آره باش، خواستم جواهرات عالی جناب قمبرخانو پس بدم تا بهم انعام بده زینتو بگیر. مثل اینکه شما خیلی خسته، غریبم هستی، امشب یه جایی میبرم تون استراحت کنی. از این بچهای لوس و نونا رو هم دلخور نشین، جوونن احترام بزرگترا رو به جا نمیارن. خدا عمرتون بده. معلومه شماها آدمای خوشقلبی هستید. میل دارم کمکتون کنم، چون اینجا آدمای شیاد زیادن. خدا عمرت بده. بفرمایید. اختیار داری شما بفرمایید. خواهش میکنم شما بفرمایید. دونی شما ممکن نیست؟ شما بزرگتری، شما بفرمایید. استدعا میکنم منو شرمنده نفرمایید. برو تو، بیشتر از این رو آقا رو زیبید داد. خواهش میکنم بفرمایید. بخشی نظرت میخواهم. خواهش میکنم. چی تو شو؟ طوری نشده. یه دفعه اتاق روشن شد. آها.
اینطوری خاموش میشه، اینطوری هم روشن میشه، خاموش میشه، روشن میشه. جلال خالق، دارم شاخ در میارم. گوش بده. بله. فوراً یه قضای حسابی برای آقایون بیار. میشه قربان. تا چشم. و شما هم هر وقت کار داشتید این تکمه ها رو فشار بدید، فوراً پیش خدمت حاضر میشه. این چیه؟ چل گردنه؟ پوسیده بلا بیا. اینطوری روشن میشه، اینطوری هم خاموش میشه. اوشلا سکوه او پدیر چیه؟ خدا تلفنی. با هر کی خواستی صحبت کنی میتونی باهاش حرف بزنی. زینت؟ آه این تا زینت جون قربونت برم. زینت؟ زینت جون چرا صداش کلف شده؟ مامور تلفنی. اگه زینت تلفن داشته باشه میتونی باهاش صحبت کنی. این دیگه چی چیه؟ این نقاشی کوبیسمه. چی چی بیسم؟ گمونم یه عکس ها به چه کشیده؟ نه، کار نقاش خیلی معروفیه. مگه مردمی دیاری شما این ریختی هن؟ این ریختی نیستن، ولی شاید طرز فکرشون اینطور باشه. تعجبه، آدمای دو دست و دو پادار دیده بودیم اما آدم یه صورت و نصفی ندیده بودیم. وای رجب، وای رجب، وای رجب، جلال خالق، چرا اینجا بارونشون از زمین به آسمون میباره؟ چرا شیر آبو باز کردی جان من؟ داشتم نگاه میکردم یادیدم بارون بارونه پری. اینجا کجاست؟ حمامه. حمومه؟ خزیناش کو؟ این کار خزینه رو انجام میده. این چه کور نیست؟ با اینم میشه پاک شد. چرا کاسه چینیشون رو تو همون گذاشتن؟ این خلاف ادبه. بیاین بریم، بیاین. خلاف ادبه؟ ایست شده. از این چیزا تو خونه ایونا هم ندیدیم. هر کس پول داره تمام وسایل زندگی آسایش براش فراهمه. ای خدا، پس پول برسون. اختیار داری؟ شما تو این خورجین کلی ثروت دارید. پولا تو این خورجین مالی عالی جناب قنبرخانه. عالی جناب قنبرخان دیگه کیه؟ عالی جناب قنبرخان رو نمیشناسی؟ نه. عالی جناب قنبرخان رو نمیشناسی؟ شما عالی جناب قنبرخان رو نمیشناسی؟ این حرفا چیه؟ قنبرخان کیه؟ این جوارات و پول بی زبون افتاده دست شماها، خرجش کنید. دنیا دو روزه. میدونم دنیا دو روزه است، باقیش هم روز به روزه است. اما ما با این که بیچیزیم بازم به مال مردم طمع نداریم. بفرمید سر میز، شام حاضر میشه. خب آقایون، بعد از غذا استراحت کنید، من فردا صبح خدمت میرسم. تا فردا شب بخیر. تلویزیون رو بعد از شام برای آقایون روشن کن. چشم. قربونی رفتن درو کردن رفتن. ببین چی میگم، برو خوب از این دعاتی ها پذیرایی کن. بله چشم. خیلی متشکرم. اینو دستاشو بریدن. دستی کیا بریدن قربونی؟ یه کاری نکنی کار دستمون بده. اینجا رو پس شام چی شد؟ آره از گشنگی شکمون قیلی ویلی میره. خب چیکار کنی؟ اون آقایه گفت هر وقت هرچی خواستین این دکمه را زور بدین حاضر میشه. خب پس من زور بدم. یواش زور بده جا دکمه پاره نشه. همه رو به شام میدم که زودتر شام بیاره.
نمیدونم چه سری تو کاره که به ما دستور دادن از این دو نفر داتی خوب پذیرایی کنیم. اومده سینیره ببین چیه تو سینیه. آقایون فرمایشی داشتین؟ میگه قرار نبود به ما شام بده. او بفرمایید. بیایم اونجا. نه 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 آقایون ببخشید، رو مبل نشستن راحت تره. بریم. بله بله اینجا بشینیم. بله بله ما زیر کرسی نشسته بودیم. قربونی بیشی رو سکو و غذا بخور، چهار زانو بیشی. اینش که نه؟ نه خیر، سوپه، آب گوشت. چجور آب گوشتیه که نخود و لوبیا نداره؟ این که بونون میده. آب گوشتشم چربی نداره، وسطش خمیره، نون کماجیه، دورشو بخو. این که مزه آب جوش میده چیه این؟ با نمک بخور برای دل درد خوبه. ده باشه سه کیوامو بذارم اینجا. بفرمایید. به حقی چیزایی ندیده؟ اینا چیه؟ این چیه ها؟ بیفتکه. چیچی تکه؟ بیفتکه. یعنی جفته که؟ خیر قربان بیفتکه سفته. آخه آدم حسابی، آدمی که ده تا انگشت داره با این پنجه های آهنی که غذا نمیخوره. برای اینکه دستام چرب نشه، آفتاب لگنم نیست دستامو بشورم، با این یواشن غذا میخورم. چه بیمخی، دستتو اینطوری پاک کن. باید کم کم آداب و رسوم اینجا رو یاد گرفت. یعنی برای آداب و رسوم گرسنه بمونیم؟ این گوش اینقدر سفته که نه با دستام، نه با دندونم، نه با این چنگ کامیشه خورد. شما ایرونی هستین؟ بله آقا. همه مردمی که اینجان ایرونی هست؟ بله. پس این غذا چی چیست به خوردمون میده؟ آفتاب لگن هفت است، شام و نهار هیچی. یادت بخیر آش رشته. یادت بخیر کوفت قلقلی. یادت بخیر کشک بادم جون. آهای نمک تو. آره جونم. گل باشی، گل باشی، بلبل باشی. حالا بفرمایید تلویزیون تماشا کنید. چی چی ویزیون؟ تیفیلیزیون چی چیه؟ اونجا رو تماشا کنید. یادت بخیر قرم سبزی. بینندگان عزیز سلام بر شما. علیک سلام. انشالله روز خوشی را گذرانده باشید. برنامه امشب ما شامل قسمت‌های زیر می باشد. کدوم زیر؟ قسمت اول برنامه رقص عربی شروع می شود. بریم از تو قوطی بیاریمش بیرون. باشه بیچاره رو خفه میشه تو اونجا با نفسش میگیره. فسخلی کجا رفت؟ فسخلی نکنه یه وقت بلایی سرمون بیاره، یه تنوره بکشه. راستشو بخوای من از ریخت اون دوتا دهاتی خوشم نمیاد. خوشم نمیاد یعنی چی؟ عزیزم باید قدری فداکاری کنی. فداکاری آخه چقدر فداکاری کنم؟ اون شب سر قمار باختی، از من خواستی با اون کچله بد قواره باخت قمار تو تصفیه کنم. کردم، کارت گیر کرده بود، منو فرستادی پیش اون خیکه شکم گنده، قبول کردم و رفتم.
منو وسیله قرار میدی که رفقاتو سرکیسه کنی، حرف نمیزنم. برای اینکه نام زدیم و به قول تو برای گردوندن چرخ زندگی باید تشریک مسایی کنی. اما با این دوتا نتراشیده این نخراشیده دیگه. عزیزم این حرفا چیه؟ نخراشیده نتراشیده، یه خورجین جواهر دارم اگه از چنگشون در بیاریم. آخ که دیگه تا آخر عمر راحت میشیم، باید یه طوری سرشونو شیره بمالیم. آخه اگه خواستن زیزی جون، چیزی که ازت کم نمیشه. کم نمیشه، کم نمیشه، نه یه چیزی هم به هم زیاد میشه. زیزی جون به خاطر من این فداکاری رو بکن. فداکاری آهی دره رو بستنش قرونی. خب خب او چراغ رو خاموش نکرد. برو تو تخت پینه. اوه اوه احمق جون چی کار میکنی؟ چراغ رو دارم خاموش میکنم. خیلی نفهمی، خیال کردی پیسوزه است که با فوت خاموش بشه؟ اینه ها این طوری خاموش میشه. اوه وای اوی سرم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما نفهمیدیم خوابیم یا بیدار، مردیم یا زندیم، تو این دنیاییم یا تو اون دنیا. اون دختره تو باغ زینتی بود یا کسی دیگه؟ بیداریش که بیداریم، ترگر ورگل هم اینجا فراوونه، زینت نشد یکی دیگه. اوخ میگی بکب دیگه. بپاش هستی پات تو چشت نره. بخواب بلنگاری نکن زینت عمر جون. لا 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 رفته زیر بارون داره خودشو میشوره. باز دری بری گفتی؟ نگاه کن دیگه اون آشه. بایی بایی پناه بر خدا چه سال و زمانه شد. این چه سیغه یست؟ ازش بدم نمیاد. استاخ میخواد بیاد بخوابه. قربونش برم بس بیاد تیشی من. حفظه بگی بخواب لحفا بکش داره. لا 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 لا. زینتی باز توی خجالت نمی کشی آکل گرفته خودتو به این ریخ در میاری؟ نزدیک نشو به من، الان خبر میدم بیان شما رو بگیرم ببرن و حبستون کنم. که جلو مردم آبرومو بردی، اینم اینجا که همطور لخ بایستده یا دلمو خون میکنی.
بیا این جواهراتو بردو برا خوده. من دارم در امانتی مردم خیانت میکنم فقط برای این که محضی رضای خدا جلو نامحرم تندو بپوشونی. بپوشم؟ یا الله دست از این مسخره بازیات بردار. مثلا تو رو نمیشناسم. زود باشید از اینجا برید بیرون و الا خبر میدم بگیرنتو. و کور شده چه گرد تو خاکی میکنه؟ آخ زینتی ور پریده جیگرمو داغون کردی. نه یا جلو و الا داد و فریاد میکنه. بابا جون زود بیا بریم بیرون، اگه به داروغه خبر بده چون اونم با ما لجه زنده زنده چالمون میکنه. بیبریم آخه دوتا غول نتراشیده نخراشیده تو اتاق خواب من چیکار دارید؟ ده برید بیرون دیگه. پس حالا که باید بریم بیرون تو هم زینت نیستی، جواهراتمو پس بده. جواهرات بدم؟ میرید بیرون یا خبر بدم دزدید و جواهرات دزدید داری؟ یه 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 آخه ضعیفه، چرا شعر رو ور میگوی؟ این جواهرات مالی عالی جناب قنبرخان است، امانت است، باید بریم پسش بدین. راست میگه، امانته، باید پسش بدین. من تصدیق میکنی؟ یالا برید بیرون، برید از اتاق من بیرون، برید بیرون، برید بیرون، برید بیرون. قربونی، قربونی، معلق زدن. زود باشید، دندو جمع کنید، گم شید، زود باشید. خیلی خوبه. برید بیرون، زود باش. ببین چطور تو ولایتی قربت در به درمون کردند. حالا نمیشه خانم یه امشب مهمونتون باشیم ها؟ یشه برید بیرون و الا جیغ میکشم. ده برید دیگه. آه الان خب رفتیم دیگه. بزن به چهار تا چهار نشده. بزن به چهار الان خب رفتیم. بازم حیرون سرگردون شد. خدایا شکره. خب زیزی جون چی کار کردی ها؟ اونقدرام که خیال میکردی آدم های ساده ای نیستن. با زحمت زیاد فقط تونستم یه دونه رو ازشون بگیرم. همین یه دونه عزیزم عوضش قیمتیه. میخواستن این یه دونه رو ازم پس بگیرن. اینقدر داد زدم و تهدیدشون کردم تا بالاخره ترسیدن و برای که ساکت بمونم این یه دونه رو بهم دادن. خب زیزی جون چرا داد کشیدی؟ چرا ترسوندیشون؟ میخواستی از راه دیگه ای وارد بشی؟ اقلا میخواستی یه دستی سر گوششون بکشی؟ یعنی میخواستی بازم برات فداکاری کنم؟ گفتم که من از این دهاتی ها خوشم نمیاد. یه دونه گردن بندم نتونستی به گردن من ببینی وازش کردی؟ عصبانی نشو عزیزم، عوضش پولش بیشتر میارزه. بله بیشتر به درد قمارتون میخوره. هی چرا اینجا خوابیدی؟ چیه؟ چه خبره؟ چیش؟ ما چرا اینجا؟ سلام علیکم. سلام. سلام علیکم. آخه دیشب وقتی که شما رفتین خب؟ ما میخواستیم بخوابیم، یه ضعیفه اومد رفت تو هموم لخ شد. بعد اومد تو رخت خواب من داد و فریاد را انداخت، میخواست بفرستدمون تو ساخونه. این چه حرفیه که میزنید؟ حتما خواب دیدی. خواب دیدی؟ بریم تا اون آتیش پاره رو نشونت بدم. باشو باشو بیا نشونت میدم. الان اینجا اون توه. آی ضعیفه، آی باجی کجای؟ اینجا. آی ضعیفه کجایی؟ گفتم که خسته اید، حتما خواب دیدید. این زیر میراه نباشه. یادم اومد، نکنه ضعیفه از اون کوتوله هایی بود که تو اون جعبه هست. نه بابا، کوتوله نبود، یه زنی درست حسابی بود. اومد اونجا پهلو من، اینم خواب دیدم. دوتا تیکه جواهر که از ما گرفت تو خورجین نیست، اینم خوابه. ای دروغگوی حق باز. چی؟ ما حق بازیم؟ نه بابا با شما ها نبودم. بیاید این لباس ها رو آوردم برای شما.
اونا رو بپوشید تا من برگردم. جواهرات هم بذارید تو چمدون، راحت ترید. جواهر قیمتیه، مال مادر بزرگمه. زودتر آبش کن، پولشو لازم دارم. اما احمد چیزی نفهمه ها. خیلی خوب، هر چی تو بخوای میکنم. الو احمد جون، تو هستی؟ زیزی، قرار نبود به من دروغ بگی. دو قطع جواهر ازشون گرفته بودی. نه جون تو، جونه برا قسم نخور، به آتیا دروغ نمیگم. خیلی خوب، پس من دروغ میگم؟ حرفم اون بود که زدم، باور نمیکنی نکن. تو که گفتی مال مادر بزرگمه. تو دیگه با من بحث نکن جونی. خفه شدم بابا، این چیه؟ اینا شالاشونه. میگم ما خیلی خوب شدیم ها. نه آره، خر همون خر است، پالونش عوض شده. بابا این شوخی ها نکن، هیچ خوشم نمیاد. من آقا خب آقایون، حاضری؟ بله. به بچه شیک شدی. جواهرات کو؟ اونجاست قربان. ها؟ اونجا توی یخدونه. به به، عجب جواهراتی. خب اجازه بدید کمکتون کنم. اینطوری. چشم قربان. بسیار خوب، خداحافظ. صورت حساب ما چقدر میشه؟ الان قربان. اتاق با دو تخت خواب 200 تومن، با تلویزیون و حمام 300 تومن، شام نفری 40 تومن، 80 تومن، کار انداختن تلویزیون 20 تومن، حمام 20 تومن. ما همون رفتیم؟ منم یه همون حساب کردم. تلفن 1 تومن میشه 421 تومن، سرویس 120، 63 تومن، جمع کل میشه 484 تومن. تیه، برای نفس کشیدنمون چیزی حساب نمیکنی؟ حساب یه شب شده 484 تومن، اونم برا خوابیدن تو دالون. 484 تومن خرج یه ایالته. ناراحت نشید، شما مهمون من هستید، من این پولو میپردازم. قربونی، چه چیزا رنگ و بارنگی. آره نگاه کن. به به، رجب چه کاغذهای خوشگلیه. این کاغذ رنگیه چیه ها؟ اینا پوله، اسکناسه. پس دیگه پولی طلا و نقره تو کار نیست؟ چرا؟ ولی خیلی کمه. عجب سوال زمونه شده. پس بگو چرا برای یه شب خوابیدن اونم تو دالون 484 تومن پول میگیرن. بسیار خوب، بریم. پولا کاغذی شده. برامت شما زیاد سعی شما کم نشه، زحمت دادیم، ببخشین. خونه زنبورا رو ببین رو هم ساختن. اینا چند وصله؟ چی تو شو؟ هیچی نشو، حالا نوبت اون طرفی هست که حرکت کنه. قربونی ببین چی تو، دوتا کجاوره رو هم چسبونده. اوه ببخشید. اوه من از اون خواب چای چنده. هول نشی، اونجا که امشب میریم از این قشنگتراش فراوونه. هی اینجا رو ببینی، اگه نظرتون گرفت معامله میکنیم تا دستتون به یه کاسبی بند بشی. باشه. بریم. ماشالله چه تخمرخی درشتیه. ریچی چی نمیشته؟ نمیشته 4 ریال. ریال یعنی چی؟ ریال همون قرونه. یعنی 100 تا تخم مرغ 4 قرونه؟ نه، قیمت یه تخم مرغ 4 قرونه. تخم مرغ دونه 4 قرونه؟ بوی بوی انصافا. این چیه؟ روغنی. روغنه؟ مگه دیگه روغن رو تو خیک نمیریزن؟ نه، روغن تو قوطی میزن. لابد قیمتش هم 5 قرونه. نه، 6 تومن و 5 قرونه، اونم روغن نباتی. مگه نبات روغن داره؟ پس تو ولایتی شما برای خوردن یه نیم رو کلی باید پول دا. خوبیش اینه که پولاشون کاغذ رنگیه. اینا چی؟ سلام باجی. قربونی بکنم. اینه چی؟ بازش خیلی
شیره. چی چیه؟ شیره. او چی کار میکنین؟ بده من. آبروی منو بردی، جان من خوب نیست، بده آخه. برو بابا، ما تو ولایت خودمون یک تا غار شیره بقاله رو هرد کشیدیم آبرو کسی نرفت. اینجا چرا اینجوریه؟ چرا مردم کنسن؟ یه تخمور چهار قرون، اینقدر روغن، اونم روغنه چی گفتی؟ روغلفی؟ نباتی. نباتی، نباتی، 6 تومن و 5 قرونه. با این قیمت هم نمیذارن یه انگوش بخوریم یا بچشیم. میگه شما شهرتون حاکم نداره جلو گرون فروشی بگیره. ببخشید آقا. این دیگه چیه؟ گوشت خوکه. مال چیه؟ مال خوردنه. چی چی؟ میگه گوشت خوکو میخورن؟ بله، گوشت همه چیزو میخورن. گاو، گوساله، خوک، قورباغه، خرچنگ. مگه اینجا قحطیه که گوشت قورباغه و خرچنگ و میمون بخورن؟ وای، بیا بریم دل و رودم به هم خور. وای 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 وای. اون وقتا چش کار میکنه دوچه؟ اینجا کارخونه ریسندگیه. ببینم دیگه پارچه رو با دست نمیبافن؟ نه، دیگه دست کار ماشین رو نمیکن. یه ماشین مثل این کار 1000 نفر ریسنده رو میکن. فهمیدم. تخم مرغ دونه 4 قرون که هیچی، دونه 40 قرون هم میتونم بخورم. بیچاره ننه زینب، صبح تا غروب جون میکنه تا یه دوت نخ درست کنه نون خودش زینت بیچاره را فراهم کنه. یکی از این کارخونه ها براش میخرم تا اونم راحت بشه و تخم مرغ دونه 4 قرون بخوره. ما که از اون پول خوشگل رنگی ها کاغذی ها نداریم. شما اگه مایل باشید این کارخونه رو بخرید، من هر چه زودتر وسیله شو براتون فراهم میکنم. حالا بریم حالیتون. این جواهرات رو پیش شما میذارن، ملاحظه بفرمایید. بله حاج آقا، این جواهرات امانت عالی جناب قنبرخان است، باید بهش پس بدید. به به، چه آدمای درستی هستن، چقدر شریفن. راستی راستی فریفته اخلاق آقایون شدم. با اینکه در زمانه زندگی میکنیم که چک و سفترم زیرش میزنن، من از آقایون امانتم نمیخوام. به به چه خوب، پس اجازه بدین یه موی سیبیلمونو پیشتون گرو بذاریم. بفرمایید. البته البته، تمام دنیا فدای یه موی سیبیل شما. تردیدی نیست. یه همچین آدمای شریفی به جون خودتون حاج آقا مورد اطمینانن. اما راستشو بخواین این چمدون اسباب زحمت شده. اتفاقا زحمتی نداره. چطور زحمت نداره؟ تو که عمالیشو نمی کنی؟ این سند کارخونه است، اینجا رو امضا کنید. ما سواد نداریم. مانعی نداره، مهر بزنید. ما احتیاج به مهر نداشتیم که مهر داشته باشیم. خب پس انگوش بزنید. مگه شیر است که انگوش بزنیم؟ میدونی؟ راستش دلم راه نمیده. جواهرات و پولامال عالی جناب قنبرخان است، باید بهش پس بده. ما از خیر این کارخونه هم گذاشتیم. احسنت، آفرین، شیر مادرت حلالت باشه. متشکرم. بریم امشب خوش باشیم. فردا صبح از پول خودم براتون کارخونه رو میخرم. بریم. خداحافظ. سایتو چند شهرمت دادیم. در امان خدا. اینم نشد. ببین تفاوتاش چه کچیک کچیک جزئیه. چه تونده؟ تو بلات شما فلفل تو چند جبه میریزن؟ چه بامزه ای؟ نه شامپاینه، برای نوشیدنه. از قماش همون خرچنگ مرچنگا نباشه. بخور عزیزم. برگونی حواسی جا.
بازم برام بریز. جونو من بخور ببین چه خوشمزه است. نمیخورم. چقدر با نمکی، بخور بنوش. مثل که بد نیم ده بنوش. باریکلا بیا منو ببوس. آخه جلو همه این مردم ضعیفه. آدم که خجالت نمیکشه. این حرف مال زمان گذشته است جونی. کدوم گذشته؟ راست میگه، مال زمان گذشته است، حالا آینده است. بیجونم بابا ببینم. قربونی این چه حرکتی بود؟ مگه کار بدی کرد عزیزم؟ خجالت داره. چه خجالتی؟ یه بوس که دیگه خجالت نداره. تو هم منو ببوس. به سلامتی دوستان عزیز و شریف. بنوش چریو بنوش. جون من بنوش. نمیدوشن مرگ من بنوش. خوری نمیدوشن. جون من بنوش. یه بوز است که بدوشن. او بخور. بخورم. قربونی چرم چی میشین؟ تو هم مثل من حالت بده؟ من از تو بدترم. نمیشونم تو چرا من نگفتی که دو قلو هستی؟ یه قول تو هم وقت دارم نبود. چرا این چرا چهار تا تیکه شده؟ اینجا میخوام یه قول کنم. مالی تو دو قلومه، مالی من چهار قلومه. چهار تا عقدیم که حلاله، قربونی هر چهار قلش برم. آقا معذرت میخوام. آقا صورت حساب آوردم. چیه؟ صورت حساب. ما کسی حساب نداریم. اختیار دارید قربان. 8 بوت مشروب داشتید، 5 پرسم غذا که جمعا میشه 1800 تومن. 1800 تومن؟ بله. قربونی بلاشا. میان آقا چی میگه؟ میمی جون بذار بخوابم. لیلی جون میمی جون کیه؟ میمی آقا چی میگه؟ چی میگی؟ صورت حساب. این آقای کو؟ رفت گفت حساب میز شما میپردازی. رفت؟ و دست گل باب داده. پس این جواهرات کو؟ این مسخره بازی رو بذارید کنار. 1800 تومن بدید و برید. این آقا کجا رفت؟ جواهرات عالی جناب قنبرخان کو؟ عالی جناب قنبرخان که؟ پول ما رو بدید حق بازا. جواهراتی عالی جناب قنبرخان رو بدزده. قربونی تو؟ عجب تو؟ خودشه. یاکو ببین بخت می شود. برگردیم به داستان خودم. رجب و قربان پول و جواهرات را به صاحبش رد کرد. در اثر درستی و امانتداری به مقام و جاه و جلال رسیدند. آرزوی رجب و زینت برآورده شد. همونطور که زینت و رجب و قربان به مراد خود رسیدند، امیدوارم شما هم به مراد دل خود برسید. سلام عرض کردم جناب حاکم. سلام بقل باشی. حالت چطوره؟ به لطف حضرت حاکم خوبه. کاروبار خوب هست؟ از دولت سر حضرت حاکم بد نیست. بقل باشی، از اون دبس شیره خوب داری؟ بله قربان، البته که دارم. بفرمایید. بابا من شیره میخوام. اینجاست بابا. شیره است، بخور. چه شیره خوبیه. آره بابا جون، مال محمره است. شیره خرماست بابا جون.
درخت های خورما از اجداد بقل باشی بهش ارث رسیده. بله قربان. بیا بقل باشی بگیر، سه تقار بفرست منزه. قربانت گردم، این پولی که به من دادید پول 10 تقار شیره است. عیب نداره، ما از قدیم بدهکاریم. پس یه حساب میکنیم بقل باشی.